به نظرتون با تیم ملی ایران و این ریتینگ پیس در اختیار بازیکنان ایران قرار دادن میتونیم توی مچ آنلاین گل بدن یا حتی برنده بازی باشیم؟ سلام، مچ شدیم محمد نتی هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جایی که توی این ویدیو قراره با هم بریم توی بخش کویک آنلاین مچ و آنلاین بازی کنیم و همینطور که دارید بازیکنایی که من گذاشتم علیرضا بیرانوند درون دروازه هست، این طرف ما سید الله حسینی رو داریم، سی بی بعدیمون شجاع خلیل زاده است، مویا غفوری، آر بی ال بی مون هم که میلاد محمدی هست، دی ام اف مون گذاشتم احسان هاج صفی و سعید عزت اللهی هم دی ام اف، ایم اف مون هم گذاشتم مهدی طارمی و اشکان دجاگا و سردار آزمون و طارمی هم که حمله ما رو تشکیل دادن. توی تبریزی هم من مهدی قائدی و کریم انصاری فال و وحید امیری و علیرضا جهانبخش رو گذاشتم، اضافه کمال کامیونیا و فرشید اسماعیلی که امیدوارم که توی نیمه دوم بتونیم ازشون استفاده ای رو بکنیم و بریم ببینیم که اولین حریفمون کی است. امیدوارم که زیاد حریف قدرتمندی ما نخوره و بتونیم چند تا گل به این دوستان عزیزمون بزنیم. خب بالاخره بچه‌ها حریف واسمون پیدا شد، پروسد رو بزنیم ببینیم که حریفمون کی هستش. امیدوارم که حریف زیاد قوی نباشه. 2022 بابا من میگم یه حریف خوب پیدا نکن، تو چرا همون حریفی که نباید رو انتخاب می‌کنی؟ و اینم از ترکیب این دوستمون که استونز و وندایک توی دفاعشن، الیور کان گذاشته دروازه، روبرت کارلوس و مالدینی هم ال بی آر بی رو تشکیل دادن، حملهشن هالند و نیمار و صلاح، یعنی قشنگ قاتل حمله و دفاع ما، یعنی ما اصلا نمیدونیم واقعا با این چه کار باید بکنیم، ولی خب ما دیگه برای این چالش ها کلا اومدیم که ببینیم که چی میشه و اگه بتونیم واقعا به این تیم گل بزنیم خیلی کار کردیم. و بچه اگه دوست داشتید که با تیمای مثل پرسپولیس استقلال هم برم، چون که ترکیبشون چیده هم اگه دوست داشتید با اونم برم، حتما میتونید لایک کنید و توی کامنت ها مثلا بنویسید که پرسپولیس رو دوست دارید برم یا استقلال و یه قلب قرمز یا آبی که دوست دارید بذارید. خب بازی رئال مادرید و فنرباخچه همین الان شروع میشه. بچه من اگه میبینید تیم ملی ایران نداشتم، چون که لبات تیم ملی ایران توی بازی پی اس 22 مال هنوز نیومده، یعنی کلا تیمای ملی نیومدن و اگه خواستم مثلا چه میدونم پرسپولیس یا استقلال رو میذاشتم خیلی میگفتن مثلا چرا پرسپولیس گذاشتی، خیلی میگفتن چرا مثلا استقلال رو گذاشتی، و خب گفتم هم رئال مادرید باشه خوبه. مهدی ترابی حرکتی رو انجام میده، حالا طارمی، حالا سرده عثمون ضربشو میزنه و اولی موقعیت برای تیم ملی ایران سخت میشه. چقدر هم ضربهش خوب زد و این خیلی هم خوب تو چارچوب زد سردار آزمون. و حالا کی پشت توپه؟ احسان هاج صفی پشت توپه که سانتر خوبو میتونیم ازش سوال باشیم. یعنی سردار آزمون ضربه رو بزنه که توپ رو دور میکنه. مهدی طارمی رو دارید میبینید چه استونز سعی دارن که با بکش سیرش کاری از پیش بنه، هالند ضربه رو میزنه و وای چقدر بد زد ارنینگ هالند، وای خدایی لایق این سلبریشن هالند بود، خدا وکیلی نگاه کنید چه بد زد، یعنی اصلا علیرضا بیرانوند هیچ کاری نتونست بکنه واقعا در برابر این تو. ولی خب لتس گو آقا. مهدی ترابی، حالا طارمی، مهدی ترابی رو حالا داریم میبینیم، میلاد محمدی برای مهدی طارمی اینجا سانتری میخوان انجام بدن روی دروازه، حالا آزمون ببینیم که دوباره میتونه ضربهشو بزنه یا نه، که ضربه دومو نمیتونن بزنن، ببینیم که آیا دوباره میتونن توپو برگشت بدن یا نه. شجاع خلیل زاده با وریا غفوری، حالا ببینیم که در این صحنه چیکار میکنه. اشکان دژاگه رو داریم، این اشکان دژاگه ضربه رو میزنه، حالا آزمون که دوباره الیور کان میاد و توپ رو میگیره، این الیور کان مثل که خیلی قراره ما رو اذیت بکنه، حالا ترابی ضربه رو میتونه بزنه یا نه، ترابی وای حداقل کورنر ما بتونیم بگیم که خیلی خوب شد که یه کورنر رو گرفتیم. بچه داریم به یه گل نزدیک میشیم، یعنی قشنگ بوی گل داره به مشیان حس میشه. و بیایم با سعید عزت اللهی من سویچ ویو رو بزنم، یه شورت کورنر بزنیم ما اینجا، ببینیم که دفاعش میتونه بیاد یا نه. خب دفاعش کم اومد پایین، زدم خیلی من بد زدم ولی اشکال نداره. مهدی ترابی که اینجا فکر کنم اوت ما بتونیم بگیریم، بله یه اوت رو این تیم میگیره. حالا وریا غفوری رو داریم میبینیم، وریا غفوری، سردار آزمون، حالا ببینیم که مهدی طارمی اینجا چیکار میکنه، ببینیم مهدی طارمی میتونه توپو بندازه یا نه. میلاد محمدی سانت پاسه مهدی طارمی که اینجا مالدینی میاد توپو میگیره، دوباره خود مهدی، ببینیم که میتونه یه حرکتی رو انجام بده یا نه. سردار آزمون وای، و همین الان نیمه اولم تموم شد. بابا چرا تیم ملی ایران نمیتونه یه گل بزنه؟ تیمش هم یا تیر یا دولیور کام میگیره، واقعا لایق یه گل نیستیم بچه ها. رود گولت جو سانتیو انجام میده و ایرانوند چقدر خوب میگیره، ولی ریسی واقعا میگیره این توپو. چرا اونجا بابا من همه پر کردم، نیمار خب الان معلومه میزنه تو گل. بابا وات ده هل، بابا من نمیدونم چی بگم آخه، چرا تو پرته ها. آزمون، حالا مهدی طارمی آزمون ضربه رو میزنه و توی دروازه، دقیقه 68 بازی اولین گل رو مهدی
یعنی صدر آزمون میزنه، بالاخره یه گل تونستیم بزنیم، یعنی باورم نمیشه. نگاه کنید خدا وکیلی با جون و دل این گل زدی. خدا وکیلی سعید عزت اللهی، حالا ترابی رو دارید میبینید، حالا تارمی دوباره پاسی رو میده به سردار آزمون. سردار آزمون، وای 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 بابا، سردار آزمون بزن تو گل دیگه. احسان حاج صفی رو دارید میبینید، میبخشه احسان حاج صفی میخواد چه کار بکنه، یه سانتر روی دروازه میخواد انجام بده. احسان حاج صفی ضربه رو میزنه، ببینید که اشکان دشاگه، بله from the corner رو اینجا میزنه واسه سلبریشن. 2:72 ببینیم که آیا میتونیم با تیم ملی ایران کامبک بزنیم یا نه. اینجا رو ببینید، نگاه کنید اینجا یه ضربه سر رو زدن و اشکان دشاگه چقدر خوب و نرم زد توی دروازه و تمام کرد کاله تیم فنرباخچه رو. یعنی قشنگ نشون میده این بازیکنان هم میتونن یه حرفی واسه زدن داشته باشن. یعنی هالند دوباره مثل اینکه جبرانش کردن، حالا مهدی طارمی رو دارید اینجا، حالا این حرکتی رو انجام میدن، یعنی مهدی طارمی حرکتی رو انجام داده، حالا اون طرف میخواد بفرسته که ستونز میاد توپو میگیره. حالا ببینیم این طرف چی کار میکنه، چه حرکت سختی شده اینجا. حالا ببینیم که مهدی طارمی اینجا چی کار میکنه. مهدی طارمی، وای چقدر فیسشو خوب درست کردن این مهدی طارمی رو. ببین اینجا اصلا تیم ملی ایران واقعا حق جلال اینجا یه گل خوشگل بزنه. فقط اینا به هالند نرسونن توپ رو، باری کلو شجاع خلیلزاده و 2-2 این بازی اول به پایان میرسه. چه بازی بود خدا وکیلی. آقا بریم ببینیم که چقدر مالکیت تو که دست ما بود، یعنی دست ملی ایران بود. بچه ها 5 تا شوت داشت، 3 تاش تو چارچوب بوده، ما 9 تا شوت داشتیم، 8 تاش چارچوب بوده، 100 فقط شانس بهتون بگم باختیم، یعنی مساوی کردیم. و اصلا از هر لحاظ شما میخواید نگاه کنید واقعا ما برتری داریم نسبت به این تیم، ولی خب قسمت نشد که ما بتونیم ببریم. بریم واسه یه بازی دیگه، بالاخره حریف دوم واسه ما پیدا کرد، پروستد رو بزنیم. بریم واسه یه بازی دوم، حریفمون 2049 هست و ماشاءالله همه هم قشنگ بازیکنان خوب داریم و اینم از تیم حریف هست. و بچه ما تونستیم در برابر تیمی که هالند رو داره کلی دفاع خفن داره تونستیم مساوی کنیم، چرا نتونیم در برابر این تیم ببریم؟ بریم سراغ این بازی. خب دوستان عزیز، اومدیم با بازی رئال مادرید و لیورپول ببینیم که در این بازی چه اتفاقاتی واسه تیم ما میفته. امیدوارم که بتونیم با تیم ملی ایران این بازی رو ببریم. سردار آزمون، احسان حاج صفی، حالا مهدی ترابی رو داریم. مهدی ترابی حرکتی و همین اول دارن انجام میدن، اون طرف مهدی ترابی سردار آزمون که با سر اون طرف توپو دور میکنن. نویر، مهدی ترابی، حالا حرکت دوباره انجام میدن. مهدی ترابی ببینیم که در این حمله چیکار میکنه. مهدی ترابی، سردار آزمون باز هم یه حمله دیگه و این دفعه نویر دروازه رو میگیره. حالا وریا قفوری این دفعه توپو میگه، چه توپ به توپی شده. حالا اونجا ببینم چه اتفاقی میفته. طارمی یه پاس رو میندازه، حالا سردار آزمون ضربه رو قاطعانه میزنه توی دروازه، گل سلبریشن وحشادی، گل کیلیان امباپه رو اینجا این دوستمون انجام میده. باری کلا اولین گل رو خیلی قشنگ بعد از کلی موقعیت ایران میزنه. بریم ببینیم که میتونین گلای بیشتری به تیم لیورپول بزنیم یا نه. ببینیم که این دوستمون چیکار میکنه. مسی این طرف مسی، ببینیم که میتونین توپ از دست مسی در بیاریم که نه، واقعا دیگه توپ رو از دست مسی در آوردن دیگه واقعا خیلی کار میخواد و اصلا نتونستیم ما توپ از دست مسی در بیاریم. دقیقه 76 از ما یه گل رو میخوریم اینجا و اصلا توقع نداشتم بخوایم گل بخوریم. و نیمه دوم بازی دوم هم تموم میشه و بابا نیمه دوم هم تموم شد و اینم از این بازی که به نظر من آنچنان که باید موقعیت نداشت و واقعا آنچنان هیجانی این بازی نداشت. فعلا امیدوارم که از این گیم پلی لذت برده باشیم. ما سعی کردیم که بازی ها رو ببریم، ولی خب دوتا مساوی گیریم. اگر دوست داشتین که پارت دوم با تیم ملی ایران بزنم حتما ویدیو رو لایک بکنین و اگر خواستین با تیم پرسپولیس استقلال بازی کنم توی کامنت ها بسنم بنویسید. مرسی که قبل دمش کردید، لایک کامنت سابسکرایب بتونید زنگوشم آن بکنید، اینستاگرام من دیسکریپشن هست حتما سا فالو بکنید. مرسی که قبل دمش کردید تا ویدیو دیگه.